سلام و روزتان بخیر باشد بیننده عزیز آزادی. امیدوارم که خوب هستید. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. امروز 12 می است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: سیل و آبخیزی در تاجیکستان بیداد میکند. تا این دم شمار قربانیان به 7 نفر رسید. بعد از سال پندمی امسال زائران تاجیک به حج می روند. بارانگری شدید روز 11 می در بسیار شهر و نواحی تاجیکستان باعث سیل و آبخیزی شد. مقامات می گویند بر اثر این سیل و آبخیزی ها در کشور 7 نفر به هلاکت رسیده است و این رقم می تواند تغییر یابد. با گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور، امامعلی رحمان نخست وزیر قاهره رسول‌زاده وزیر کارهای داخلی و رئیس کمیته حالات فوق‌العاده را برای برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی به کولاب، مومن‌آباد و ناحیه شمس‌الدین شاهین فرستاده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت فوق‌العاده شب 11 می بر رادیو آزادی گفت در پی سیل آبخیزی امروز در عموم 7 نفر به هلاکت رسیده است. به گفته او 3 نفر در ناحیه شمس‌الدین شاهین و 2 نفر دیگر در شهر کولاب در داخل ماشین سبوگرو به هلاکت رسیدند. جسد 1 نفر دیگر از داخل مجرای سیلابه از شهر کولاب پیدا شده است. در شهر حصار نیز 1 نفر به هلاکت رسیده است. امیده یوسفی افزود آمار هلاکت 7 نفر معلومات پیشکی است و امکان تغییر یافتن آن وجود دارد. درباره شخصیت فوتیدگان هنوز معلومات زیاد دسترس نیست. مقامات تنها درباره 1 ساکن هلاک شده شهر حصار گفتند او چوپان بوده، در وقت آمدن سیل آب او را برده است. بارانهای سخت و دوامدار 11 می باعث سرازیر شدن سیل در بسیاری از نواحی ولایت ختلان شد. بیشتر خرابی ها در شهر کولاب و ناحیه شمس‌الدین شاهین به قید گرفته شده است. در ناحیه شمس‌الدین شاهین 3 عضو یک خانواده در سیل غرق شدند. بر اساس نوارهایی که دسترسی رادیو آزادی شدند، آبخیزی در ناحیه های خراسان و بخش نیز روی داده است. طبق آخرین خبرها وضعیت در کولاب 3 شهر کلانترین تاجیکستان وزنین است. بارانگری شدید روز 11 می در منطقه کولاب خرابی بر جای گذاشته است. بیشتر خرابی ها در شهر کولاب و ناحیه شمس‌الدین شاهین به قید گرفته شده است. ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 3 نفری در سیلاب افتاده جسد 1 نفر پیدا شده است. این 3 نفر ساکن جماعت چگم ناحیه شمس‌الدین شاهین بودند. در شهر کولاب هم از بیدرک شدن حداقل 3 نفر خبر دادند. نوبتداری کمیته حالات فوق‌العاده در منطقه کولاب با رادیو آزادی گفت نزدیک 80 مکان ضرر یافته را به قید گرفتند. حالا ضرر جانی و مالی این سیل خیزی مشخص نشده است. ساحل رود تیبالای که بهاران سراب می شود و مردم زیانی زیاد می رساند. ساکنان می گویند که خطر سال به سال زیاد می شود ولی از ساحل بندی درکی نیست. مردم می گویند هنگام تقسیم زمین مقامات وعده دادند که تیبالای را ساحل بندی می کنند تا سیل به خانه ها نرسد. تیبالای از میان کولاب می گذرد و در 2 طرف رود محله های زیاد جای گیرند. طبق آخرین خبرها سیل آبخیزی روز 11 می حداقل به 15 شهر و ناحیه تاجیکستان آسیب رسانده است. معلومات زیاد حالا در این باره دسترس نیست و همکاران ما موضوع را پیگیری دارند. در حالت بعد از آمدن معلومات بیشتر حتما شما را در جریان می‌گذارند. مقامات تاجیکستان گفتن امسال زائرین تاجیک برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر میکنند. سال گذشته به خاطر پاندمی کرونا ویروس زائرین از تمام کشورها نتوانستند به حج بروند. دفتر مطبوعات کمیته دین روز 12 می بر رادیو آزادی گفت مقامات عربستان سعودی خبر دادند که امسال مراسم حج برگزار میشود. با گفته مسئولین کمیته دین شرایط برگزاری حج تا حال دقیق نیست و روزهای نزدیک اعلان خواهد شد، ولی طبق اطلاع یک منبع آگاه امسال زائران به عربستان سعودی سفر کرده می توانند که واکسن ضد کووید 19 گرفتند. مقامات تا حال رسما این معلومات را شرح ندادند. سالانه از تاجیکستان حدود 6000 نفر برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر می کنند. مقامات گفتند امسال نیز آمار زائران از تاجیکستان به تغییر است. همه ساله بیش از 2 میلیون مسلمان از 180 کشور جهان برای اشتراک در مراسم حج به مکه می روند. حج یکی از 5 رکن اسلام است و بر اساس تعلیمات دین اسلام برای هر مسلمان توانا 1 بار در طول عمر فرض است.
روز 12 می سال 2020 گروه از جنگجویان با حمله به یک تولدخانه در کابل ده ها نفر از جمله نوزادان را کشتند و تمام افغانستان را وحشت زده کردند. آمینه شریفی که 2 ساعت پیش به دنیا آمده بود به جای شیر مادر تیر خورد، خودش زنده ماند، مادرش نه. با گذشت 1 سال از جراحی یکم و دوم او هنوز به معالجه احتیاج دارد، ولی طبیبانش میگویند ممکن است او مثل دیگر کودکان راه رفتن را یاد بگیرد. در این باره همکارم طاهره سفر گزارش میدهد. 1 سال باز است که آمینه خردترین بازمانده حمله به تولدخانه در کابل معالجه میگیرد. آمینه روز 12 می سال 2020 به دنیا آمده است. 2 ساعت پس از تولد او جنگجویان به تولدخانه حمله کردند. یک تیر به پای او رسید. مادرش جان داد. مادرش برده بودیم به دکتر به تداوی که آمینه جان به دنیا بیاید. آمینه جان یک ماه بعد به خانه آوردیم که آمینه جان پایش دگچ بود، دستکاش کرنول بسته. بسیار وضعیتش او وقت وخیم بود. مادرش هم نبود. در آن حمله ظالمانه وحشت انگیز 27 نفر هلاک شدند. ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. مادران، نوزادان، طبیبان و پرستاران هم جان دادند. مقامات امریکا گفتند گروه از جنگجویان داعش این کار را کردند. روزهای بعدی حمله زنان افغان به کمک نوزادان شتافتند. من امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دیروز از دست داده. من خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، آمدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشان شیر بتم. و واقعا جگرخون هستم که چرا در حق کودکان ما همچو جنایت رو روا داشت. آمینه از پایش مجروح شد و باید اون را جراحی میکردند. او را 2 دفعه جراحی کردند و احتیاج به جراحی سوم نیز هست. طبیبانش میگویند پایش بهتر می شود، ممکن است در آینده درست راه رود. از قرار اکایی فامیل مریض در 2 شفاخانه دیگه مریض برده بودند، در اونجا تیمای جراحی برشان قطع و آمپوتیشن پیشنهاد کرده باشند و خلاصه مریض به شفاخانه ما آمد و در اینجا از یک طرف پایش حفظ کردیم و از طرف دیگه انکشاف پیوند عصبیش بسیار خوب پیش میره. پدر آمینه 3 فرزند دارد و آنها را نگاه و بین میکند. دیگه او را ما میفهمیم که چی رقم به ما این سال تیر شد. چون یا مادرش خود از دست دادن، ما برش هنومو که خود ما کم کردیم که این برش محبت مادر میته و هم پدر. فاجعه در شفاخانه در دل آیله داغی گذاشت، ولی با ادامه مالجه و غمخواری عزیزانش زندگی آمینه روز به روز بهتر می شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 می را فرا می گیرد. دوازدهمین می روز بین المللی پرستاران یا همشیره های شفقت است. آنها همکار و یاوران مهمی طبیبان می باشند و در دوره پاندمی کرونا ویروس بسیاری ها در تاجیکستان شاهد کار و زحمت سختشان بودند. از سال 2000 هر روز 12 می در تاجیکستان روز ششمقام تجلیل می شود. این موسیقی سنتی کسبی میراث هنری قرن های گذشته است و به خاطر حفظ مکتب ششمقام خانی در تاجیکستان اکادمی مقام هم عمل می کند. پژوهشگران میگویند که بخشی از آهنگهای ششمقام به دوران باربدی مروزی خونیاگری درباره ساسانیان برمیگردد و آن با موسیقیهای سنتی رایج در ایران، ترکیه، آذربایجان و عراق و کردستان رابطه قوی دارد. یکی از نمایندگان برجسته مکتب ششمقام تاجیک برنا اسحاق و هم روز 12 می در سال 1927 تولد شده است. برنا اسحاق و 74 سال عمر دید. این نماینده یهودیان بخارا تمام عمرش را به رشد موسیقی کسبی تاجیک از جمله ششمقام بخشیده است. سال 2001 در اسرائیل درگذشت و در یک قبرستان بیت المقدس مکان آخرت پیدا کرد. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 12 می چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. ما همیشه در تلاش آن هستیم که تازه ترین خبرها را به شما رسانیم. تشکر که با ما هستید و تا فردا، خدا نگهدار.